این آیه را اگر که آماده داشته باشید، با سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، اگر این آیه را آماده داشته باشید، آیه 261 رو برای تجدید خاطره بیننده ها اگر ممکنه پخش بکنید با صدای قاری. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سلام مجدد. مثال کسانی که از اموال خود انفاق می کنند در راه خدا مانند مثال دانه ایست که در آن 7 خوشه بروید و از هر خوشه 100 دانه در هر خوشه 100 دانه موجود باشد و خداوند از این بیش نیز اضافه می کند و می افزاید بر اساس مشی و قانون خود و الله وسعت دهنده علیم است، هم واسع است یعنی هم دست در وسعت و گشایش دارد و هم افزایش دهنده وسعت است و هم بر این امر آگاه و عالم است و همین علم و آگاهی وسعت بخشی را به نوع بشر تعلیم می دهد و بر ایشان هم برکت و وسعت ارزانی می دارد و هم علم برکت و علم وسعت ارزانی می دارد. در این آیه اشاره می کند به موضوع اضافه کردن، به موضوع افزایش بخشیدن و موضوع تضاعف به طور کلی، یعنی که در برابر کردن، در از مضرب استفاده می کنند، از اون چیزی که مورد برکت قرار می گیره به عنوان یک مضرب استفاده میشه و در واحد کل چند برابر میشه. یعنی اضافه شدن این نیست که 700 تا 750 تا گندم بشه. از نظر معنی لغت عرض میکنم که 700 تا 750 تا که میشه این تضاعف نام نداره، این مضاعف شدن نام نداره. وقتی که این 700 تا 1400 تا میشه مضاعف شده. یکی این است که در خود موضوعی که برکت داده شده برکت مضاعف میشه به تعداد و به کرات، یعنی یک بار دو برابر نمیشه، چندین بار ممکنه دو برابر بشه. یکی در خودش این در واقع تضاعف انجام میشه، اضافه شدن انجام میشه، چند برابر شدن انجام میشه و هم استفاده از اون، یعنی که موضوع ایفاده در تضاعف وجود داره. یعنی چیزی که مضاعف میشه هم خودش بزرگ میشه و هم مورد استفادهش، ایفاد اون، فایده رساندن به اون اضافه میشه. یعنی کسی که یک دانه داده علاوه بر اینکه این یک دانه تبدیل به 700 دانه میشه در اثر عرض میکنم، و الا اینطور نیست که شما یک دانه رو 700 دانه بکنید، اون دیگه مثال نمیشه، چون در اینجا میگه مثال میزنه که شما فکر بکنید که با خدا تجارت میکنید و یک به 700 در خدا سرمایه گذاری میکنید. اینطور نیست. در مثال و در اثر و در ارزش کاری که میکنید 700 برابر میشه و چندین برابر افزون بر اون میشه. و علاوه بر اینکه کسی که انفاق میکنه این یک گندم رو انفاق کرده، معادل 700 گندم انفاق صورت میگیره و معادل 700 گندم هم به خود او برمیگرده و بعد همه اینها مضاعف میشه،
هم به خود او چندین برابر برمیگرده، هم به مردم چندین برابر برمیگرده. و همه اینها برای این است که شخص بیاموزد که باید انفاق بکند، و بعد هم بیاموزد که خدا محتاج انفاق این شخص نیست، خود این شخص احتیاج دارد که انفاق بکند که بیاموزد انفاق کردن رو و از برکت‌های انفاق کردن استفاده بکند. برکت برای همه، هم برکت برای آن که محرک این برکت بوده و هم برکت برای دیگران که مستحق برداشت و استفاده از این برکت هستند. باز هم در این آیه صریحاً به موضوع متشابهات و تشبیهات و تمثیلات قرآنی اشاره می کند، متشابهاتی که از درون آن محکمات قرآن مورد استفاده و مورد کاربرد قرار می گیرد. در این آیه قرآنی اشاره به نیروی سازنده انفاق می کند، نیرویی که در دو جهت فرد و جامعه مؤثر است و کارساز. در بعد اجتماعی بارها در قرآن گفته شده که انفاق مهمترین عامل و سنگبنای ساختمان عدالت اجتماعی است. بارها در قرآن گفته شده که انفاق مهمترین عامل و مهمترین سنگبنای ساختمان عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی مبنای صلح در جامعه بشری است و در سایه عدالت و صلح امنیت جامعه تأمین و تضمین می شود. عرضم رو تکرار می کنم که در بعد اجتماعی بنا به پایگاه قرآن انفاق مهمترین عامل و در واقع سنگ بنا و پایه و مبنای ساختمان عدالت اجتماعی است. اصلا اگر انفاق نباشه چیزی به نام عدالت اجتماعی در جامعه به وجود نمیاد. عدالت اجتماعی خودش مبنای یک ساختمان دیگری است که اون ساختمان صلح هست. یعنی باید انفاق بشه تا جامعه به تعادل برسه و عدالت در جامعه برقرار بشه. عدالت وقتی در جامعه برقرار شد، اون جامعه دارای صلح میشه. جنگ از بین میره. جنگ برای بی‌عدالتیه. جنگ برای اینه که ثروت‌ها در یک جای جمع شده، امکانات در یک جای جمع شده، دیگران بدون ثروت، بدون بهره و بدون امکان موندن. وقت جنگ میشه. جنگ بر اثر حمله ظالم به مظلوم و همینطور در اثر طغیان مظلوم نسبت به ظالم انجام میشه. هر دو طرف با هم در حال جنگ هستند. اما جنگ به طور کلی نتیجه بی‌عدالتی است. حالا چه ظالم دنبال تجاوز بیشتر باشه، چه مظلوم به سطوح آمده باشه و در واقع عکس العمل طغیانی و اسیانی نشان بدهد، در هر دو حال جنگ زائیده ظلمه، چه از طرف ظالم باشه چه از طرف مظلوم. اگر عدالت در جامعه برقرار باشه جنگ از بین میره و به صلح میرسن. اون وقت جامعه‌ای که درش عدالت باشه، جامعه‌ای که درش صلح باشه، این عدالت و صلح در جامعه باعث ایجاد امنیت میشه در جامعه بشری. این در بعد اجتماعی. در بعد فردی هم برخلاف تصور اکثریت مردم که با پرداخت از اموال ظاهراً باید از ارزش و مقدار مال اونها کم بشود، قرآن کاملاً خلاف این رو بیان میکند و خلاف این فرضیه غلط در این آیه ذکر شده و تضمین شده و میگوید خلاف تصور عام پرداخت از اموال باعث میشود که در مثال به میزان 700 برابر اموال و امکان شخص انفاق کننده در بعد فردی افزایش پیدا می کند و طبیعی است که این امکان جدید موجب می شود که این بار
انفاق نیز 700 برابر نسبت به قبل افزایش پیدا کند. ملاحظه کنید که من امروز 100 دلار پول دارم. از این 100 دلار 10 دلارش رو انفاق میکنم. این انفاق من بر میگرده و باز بنابرای گفته قرآن اگر اضافه بر اون رو حساب نکنیم میشه 700 دلار. 700 دلار به من بر میگرده، برکت و امکان به من بر میگرده، یا معادل توان و امکان 700 دلار به من برمیگرده. این بار من 10% از این 700 دلار رو به عنوان انفاق مصرف میکنم. پس انفاق به جای 10 دلار شد 70 دلار. حالا این مرتبه این 70 دلار بایستی که 700 برابر بشه. یک رقم 4900 تا بشه، نمیدونم 49000 تا بشه، یک رقم خیلی بزرگی بشه. و همین طور وقتی اینها در هم تضاعف پیدا میکنه و یکی بر دیگری مضاعف میشه، هم در بعد فردی هم در بعد اجتماعی، یک انفاقگر میتواند که با ادامه انفاق خود و به کارگیری و همکاری بقیه افراد در یک واحد کوچک مرتب این زایش کند و به حجمی برسد که تمام اشکال کره زمین رو برطرف بکند. با چند انفاقگر در دنیا که از برکت‌های این انفاق دیگران رو هم به مدرسه انفاق دعوت بکنند. پس در بعد اجتماعی انفاق باعث ایجاد عدالت و صلح و امنیت می شود. در بعد فردی باعث افزایش امکان انفاق افراد می شود. وقتی 1 به 700 انسان قدرت انفاقش رشد می کنه، یک کسی که عادت داشته از 1 دلار انفاق می کرده الان 700 دلار پول پیدا کرد، خب این خیلی بیشتر انفاق می کنه. و این انفاق، انفاق در کار، انفاق در صنعت، انفاق در تولید، یعنی جامعه به حرکت می افته و جامعه خفته در واقع خوابالود تبدیل به یک جامعه متحرک سازنده صانع میشه و شروع میکنه به مولد بودن و تولید کردن. بنابراین ارزش مال فردی که میگوید اگر از مال خودت انفاق کنی کم میشود، به هیچ عنوان قرآنی رو نمیپذیرد و خلاف اون میگوید که پرداخت از اموال خود به عنوان انفاق باعث می شود که برکت هم شامل فرد بشود، هم شامل اجتماع بشود، هم شامل کسی بشود که دریافت انفاق می کرده. حالا کسی که امروز 1 دلار دریافت می کنه انفاق می شه به او دیگه، به اون شخص هم 700 دلار برکت وارد می شه. یعنی من که تا دیروز انفاق می گرفتم، 1 دلار انفاق می گرفتم و با این 1 دلار زندگی می کردم، من هم دارای 700 دلار سرمایه میشوم. انفاق کننده هم دارای 700 برابر سرمایه، 700 برابر سرمایه میشوم. من هم 700 برابر به این پولی که گرفتم اضافه میشوم. و من هم به جای اینکه انفاق گیر باشم، انفاق دهنده میشوم. و من هم تولیدی کار خواهم کرد، مولد میشم و از گدایی بیرون میام، از احتیاج بیرون میام و خودم تولید کننده میشم. تصور بکنید که اگر در جامعه افراد با صداقت همین کانسپت و موضوع انفاق رو دنبال کنند، ما به چه سرعت و به چه امکانی میتوانیم که فقر جهانی و بی‌عدالتی و دشمنی و در واقع این فرسایش جانها و روانها که در دنیا انجام میشه، همه اینها میتواند که متوقف بشد، ولی نمیشود. به علت این که در مقابل این کار، یعنی در مقابل این که جامعه به امنیت برسد، به عدالت برسد، افرادی هستند که زندگی اونها بر اساس بی‌عدالتی تأمین می شود و در واقع عدالت مثل خورشیدیست برای اونها، البته که یخ وجودشون رو ذوب می کنه و اونها نابود می شن در مقابل خورشید عدالت، که اون بحث دیگریست که به جای خودش در اون مورد با شما سخن خواهم بود. تصور کنید که قرآن به ساختار جامعه ای نگاه میکند که برکت و امکان و سعادت به چه میزان و به چه ضریب افزاینده ای در اون جامعه رشد میکند و به کمال میرسد.
در این مثال قرآنی به حد اکثر توان زمین در تشبیه استفاده می شود که گفتند که 700 دانه گندم و 7 خوشه بالاترین ظرفیت تولیدی بهترین خاک‌های دنیاست. کسانی که علم کشاورزی می دانند چنین می گویند. قرآن در این مثال اشاره می کند که انفاق مهمترین و مؤثرترین عامل برکت در اوج امکان در جامعه بشری است، به نحوی که هیچ گونه نیاز و کمبودی در جامعه بشر باقی نخواهد ماند. در واقع انفاق مبنای تشکل جامعه بر اساس تعامل و بر اساس تبادل امکانات، بر اساس عدالت و بر اساس محبت است. بر اساس عدالت و بر اساس محبت. و این چنین است که در واقع در این اقتصاد عدالتی و یا در این عدالت اقتصادی نیروی فعالی جامعه به کار می افتد و همه کسانی که مصرف کننده بودند به بیان اقتصادی با این توصیه قرآن و با این تضمین قرآن تولید کننده می شوند. یعنی کسی که تا دیروز گدایی می کرده به علت برکتی که، خوب توجه کنید، موضوع خرافات مطرح نیست، موضوع واقعیات مطرحه. اگر این کار جهانی بشود، یعنی اگر افراد در این برکت شرکت کنند، در این کار مشارکت بکنند و به فقیر، به یتیم، به کسی که نادار است، به کسی که بیچیز است به نحوی کمک بشود که شخصی که دریافت کمک میکند و مصرف کننده است در جامعه بدون اینکه تولیدی داشته باشد، او با سرمایه‌ای که به دست می آورد و با تربیتی که می آموزد و با برکت اخلاقی که بر وجود او واسع می شود و شامل می شود، این شخص مصرف کننده شخص تولید کننده می شود وقتی که انفاق وسعت پیدا بکند. یعنی همه اضلاع و افراد جامعه، همه بازوهای اجتماع که از فقدان امکان، از فقدان امکان به سکون و به فقدان تولید رسیدند، چون امکان اونها مفقود بوده، ناموجود بوده، بنابراین تولید اونها هم بی وجود هست، نمی توانند که تولید بکنند وقتی که فقدان امکان دارند. در واقع انفاق باعث می شود که نیروی تولید در افراد به وجود بیاید و از این فقدان امکان رفع فقدان بشود و امکان افراد تجهیز بشود به تولید. یعنی یک فقیر تبدیل به یک مولد بشود، هم به علت تداوم و تواتر در خدمت و در انفاق و هم به وسیله برکتی که به این انفاق داده میشه. و به این لحاظ است که میگوییم که همه افراد و همه اجزای جامعه که از فقدان امکان به سکون و به فقدان تولید رسیدند با دریافت انفاق و امداد، علاوه بر رفع نیازهای حیاتی و رفع اضطرار، در مرحله امکان تولید قرار می گیرند و دریافت کننده انفاق خود مولد و پرداخت کننده انفاق به دیگران می شود. یعنی فردی که تا دیروز در فقر و گرسنگی و محرومیت به سر می برد، امروز علاوه بر رفع نیاز دارای قدرت تولیدی و ایجاد ثروت و تسری خدمت انفاق به سایر طبقات جامعه بشری می شود. آنان که از این فقیر دیروز و مولد امروز، فقیر دیروز و مولد تولید کننده ثروت امروز، کسانی که از این تولید کننده،
تولید کننده جدید دریافت انفاق میکنند، خود اینها در آینده بسیار نزدیک از طریق تجمع، از طریق شورا، از طریق مشارکت و متحد شدن، خود اینها به سهم خودشون مولد ثروت میشن و تولید امکان میکنند و از اون انفاق میکنند، از اون تولیدی که کردند. این نسل دوم فقیر رو داریم ما نام میبریم، انفاق میکنند. اینها نسلی هستند که فقرا به اینها انفاق میکنند، فقرای سابق، و خود اینها که فقیر معاصر هستند، فقیر فعلی هستند، تبدیل میشن به مولدهایی که برای فقرای بعد از خودشون تولید ثروت میکنند. و همینطور این زنجیره ساختمان تولیدی در واحدهای اقتصادی و سیاسی متولد میشه، بزرگ میشه، توسعه پیدا میکنه و حرکت پیدا میکنه. آنان که از این فقیر دیروز و مولد امروز دریافت انفاق کردند و خود به سهم خیش مولد ثروت و تولید امکان شدند، اینها از تولیدات خودتون، از امکانات خودشون، اینها به دیگران انفاق میکنند و این زنجیره و این سلسله متصل و متواتر انفاق نوعاً حرکتی است از مساعدت و یاری به تولید و ایجاد ثروت و ایجاد امکان. ادامه این زنجیره و ادامه این سلسله علی در واقع یک حقیقتی است، یک عامل و یک واقعیتی است که یک مرحله انفاق رو از یک نفر به فرد دیگر جامعه گسترش میدهد، تسری میدهد و در هر تسری یک گسترش جدیدی ایجاد میشود و هر نفر به نفرات دیگر و نفرات دیگر به نفرات دیگر انفاق میکنند و هر دریافت کننده انفاق خود مولد تولید درآمد و امکانات میشود و در مقام انفاق دیگران برمی آید و در این تصاعد خارق العاده و غیر قابل محاسبه، تقریبا می شود گفت غیر قابل محاسبه، جامعه به رفاه و صلح و امنیت می رسد. گفته می شود که بزرگ مهر حکیم در زمانهای گذشته کسی بوده است که مخترع بازی تخت نرد بوده. تخت نرد یک بازی است که یک طرف دو تا جعبه کم عمق هست که پشت این جعبه شطرنج هست که 64 خانه داره که در اونجا بازی شطرنج میکنن. در داخل این تخته هم که یک مقداری گود هست و دورش یک زهی داره، در اونجا مهره ها رو جابجا میکنن و تخت نر بازی میکنن و تاس میریزند و بازی میکنن و اینها. گفته می شود که این تخت نرد رو بزرگ مهر حکیم اختراع کرده یا از هند با خودش آورده یا هر کاری که کرده و اختراع خودش رو به سلطان وقت عرضه می کنه که من یک چنین چیزی رو به وجود آوردم و به سلطان یاد می ده که چطور تخت بازی می کنند و چطور شطرنج بازی می کنند. سلطان می گوید که هر چه می خواهی در مقابل این کاری که کردی و ما رو سرگرم می کنه. سلطان هم هیچ وقت کاری نداشتن. همه کار سلطان ها در دنیا یا این است که زنبازی بکنند و بچه بازی بکنند و جماع و لبات و این کارها بکنند یا اینکه منافع کشورها رو بفروشند یا کارهای ضد انسانی و ضد اخلاقی بکنند و خسته می شه آدم دیگه چقدر این کارها رو بکنه، چقدر به این اون تجاوز بکنه، چقدر آدم مگه قدرت تجاوز داره. و اینها کسانی هستند که از قدرت جنسی جسمی میافتند، یعنی جسمن دیگه نمیتونن به کسی تجاوز کنند. اون وقت از طریق شکنجه، از طریق بیماری های روانی، از طریق کثافت هایی که گفتنش در اینجا جایز نیست، از اون طریق ارضا میشن و باز هم اعتیاد به این کارها اونها رو رها نمیکنه و مرتب این اعتیاد رو اضافه میکنند و تا به درک واصل بشوند.
وقتی که به سلطان، سلطان هم بیکار بوده دیگه، حالا بازی تخته و شطرنج و اینهای سرگرمی به او میداده، خیلی خوشحال میشه و به بزرگ مهر میگوید که هر چه میخواهی بخواه. و بزرگ مهر حکیم میگوید که من چیز مهمی نمیخواهم، من در این خانه شطرنج که 64 دانه هست، خانه هست، در یکی از این خانه های اول یک گندم میگذارم، یک دانه گندم، و این هر خانه بعدی که میره این رو دو برابر بکنید. و به خانه 64 که رسید، هر چقدر که بود مضروب اینها رو در هم انجام بدید، و به اون خانه 64 که رسید هر چقدر که گندم بود اون تعداد گندم رو به ما بدید. سلطان به حالت تحقیر لبخندی میزن و خنده به لبهای اون میاد و میگوید که حالا این حسن خلقی به جا داده و کاری کرده و حرفی زده و اینها، ولی فراموش کنید چند کیسه بزرگ گندم به این بدهید که ببره. این چه چیز ناقابلی است؟ یعنی چه چند برابر کنید دانه گندم رو؟ بزرگ مهر میگوید که نه، یا بوزرج و مهر یا هرچه، میگوید که نه، شما همون کاری رو بکنید که من تقاضا کردم. و به خانه های نزدیک 64 که میرسه میبینند که اگر بخواهند که این مقدار گندمی رو که او خواسته به او بدهند، بیش از 7 سال ذخیره گندم اون مملکت رو بایستی که به بزرگ مهر بدهند تا اینکه این تعداد گندمی رو که خواسته تأمین بشه. مقصود این که نقش تساعد، حالا چه تساعد هندسی باشه چه تساعد حسابی باشه، در جامعه بسیار چشمگیره و خیلی میتونه که جامعه را عوض بکنه، دچار تحول شدید بکنه. وقتی که مردم همکاری میکنند، قدرت جامعه و قدرت ساختمانی که جامعه میتونه ساختمان را انجام بده، یک قدرت عجیب و شگرف و اصلا غیر قابل تصوره. مثل همون دانه های گندم اون شطرنجه که جامعه رو زیر و رو میکنه. اگر که این بیان قرآن رو که در تمثیل به واحد 700 در مقابل 1 اشاره میکنه، یعنی اگر دقت بکنیم در این کلام قرآن، میبینیم که قرآن میگوید که وسعت انفاق به این شدت و به این سرعت و به این وسعت حرکت میکنه در جامعه بشری. یعنی شما اگه به این 4 میلیارد گرسنه نگاه میکنید، خیلی هم نباید ناامید باشید که یک نفر کسی شکم اینها رو سیر بکنه. اگر انفاق در بین مردم توسعه و باور پیدا بکنه، یعنی مردم از دست ملا راحت میشدن و به قرآن باز میگشتند و از قرآن میاموختند که بالاترین عبادت تو انفاق است، اگر مردم این رو میاموختند، شما ببینید که چه جامعه‌ای برای بشر ساخته میشد. و انفاق هم نگفته است که به مسلمان انفاق، من در هیچ کجای قرآن ندیدم از آغاز تا پایان که گفته باشد انفاق در انحصار مسلمین است یا به مسلمین بیشتر انفاق کنید. اصلا دین نیامده در این مورد در این کتاب. خیلی عجیبه. 1400 سال پیش در سرزمینی که همه از تعصب نداشته ملی‌گرایی رنج می بردند، عرب ها امروز هم همینطور هستند و سعی می کنند یک تمدن و یک فرهنگ مصنوعی بی پایه و اساس و بی اصالت رو به مردم دنیا تحمیل بکنند. یک پارچه‌ای که مرد و زن به سر میبرن که باد موهای اونها را آشفته نکنه یا شن و خاک تو چشم اونها نره، این شده لباس اسلامی، لباس قرآنی، لباس فرهنگی، لباس تمدن، لباس شخصیت و لباس قومی و لباس تعریف قومیت و نژادی شخص. دستمال میفروشن دیگه و باید هم ما بخریم. اون وقت ملت های دیگه مثل یونان، مثل ایران، مثل همه این کشورهای بزرگی که نمیشه که سابقه تاریخی اینها رو زیر پا گذاشت، نگاه میکنیم میبینیم که هیچ کدام اینها این تعصب رو ندارن نسبت به ملیت خودشون که اینها دارن. همیشه هم همینطور بوده است. در این آیه قرآن
اشاره میکند به همین موضوعی که به عرض شما رساندیم. در اینجا ما میپردازیم به موضوع مهم دیگری، موضوع آیه شماره 262. پس آیه 261 در ارتباط با موضوع انفاق، و انفاق باید در راه خدا باشه، البته انفاق در اموری باشه که مورد توافق با فرمانهای خدا نباشه. اون احکامش در آیه های قبلی آمده، شدید بعد از این هم خواهد آمد که چه شرایط بدی در جامعه ایجاد میکنه. ولی انفاقی که در راه خدا انجام بشه مطابق قانون خدا و در مراعات قانون خدا انجام بشه، برای اون انفاق هست که این مشخصات برکت و اصلاح جامعه بشر رو در قرآن به این ترتیب معنی میکنه. اتاق فرمان اگر لطف کنید و آیه 262 رو روی صفحه قرار بدید که ما یک به یک این آیات رو مرور کنیم. الذین، کسانی که، ينفقون، انفاق میکنن، اموالهم، اموالشان را، در ارتباط با روش و منش و خط مش و فرمان الله، سپس لا یتبعون، کسانی که یتبعون یعنی که به تبعیت درآوردن، کسانی که به تبعیت در می آورند. لا یتبعون یعنی کسانی که به تبعیت در نمی آورند، کسانی که دیگران رو وادار به تبعیت نمی کنند. ثم لا یتبعون، سپس کسانی که به زور موجب تبعیت کردن نمی شوند و مردم رو مجبور به تبعیت از خودشون نمی کنند، ما به لحاظ آنچه که از آن انفقو، انفاق کردند یا انفاق می کنند، کسانی که به تبعیت وادار نمی کنند، به اسارت تبعیت نمی کشند، به وسیله و به بهانه آنچه که انفاق می کنند، منن، و کسانی که در واقع منت گذاری نمی کنند، یعنی کسانی که باعث اجبار در قبول منت نمی شوند، که من امروز به شما کمک می کنم به شرط اینکه هم شما تابع من باشید و هم منتدار و منت گذار من باشید، پذیرای منت من باشید. منت یعنی که در واقع دست گشایی و دست بازی و همت و در واقع فتوت و بزرگواری و جوانمردی و سخاوت من رو مورد تأیید و ستایش قرار بدید. یعنی من به شرطی به شما کمک میکنم که اولا تابع من باشید و ثانیا منت پذیر من باشید، که ثم سپس یتبعون، کسانی که موجب تبعیت نمیشوند، وادار نمی کنند مردم رو به تبعیت، به واسطه آنچه انفاق می کنند و منت پذیری رو بر مردم اجبار نمی کنند و نمی کنند آزار و اذیت لهم، برای اینها، برای افرادی که
چنین کارهایی رو نمی کنند اما انفاق می کنند برای ایشان اجر ایشان هست در نزد رب ایشان ولا و نیست خوف و ترس و وحشتی علیهم برای ایشان ولا و نیست هم بر ایشان یحزنون یعنی که ایشان دچار حزن و دچار خوف نمی شود. یک بار از آغاز اتاق فرمانی آیه رو پخش کنید. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون به طوری که در متن آیه هم واژه ها رو به ترتیب معنی کردیم و هم متن کامل رو به زبان اصلی شنیدید، آنان که از اموال خود در راه خدا انفاق می کنند پس از آن و از پی آن چه انفاق کرده اند، انفاق را وسیله ایجاد تابعیت و بردگی و تسلیم و سلب اختیار و سلب آزادی و سلب استقلال قرار نمی دهند. پس آنان که از اموال خود در راه خدا انفاق می کنند، اینها بعداً خواهد گفت که به اینها چه مزایایی تعلق میگیره و چه پاداشی اینها از قانون خدا دریافت میکنند. ولی دو یا سه استثناء در اینجا داره، یعنی کسانی که انفاق میکنند ولی رعایت این ممنوعیت ها رو نمیکنند و در این ممنوعیت ها وارد میشوند، اینها مستحق دریافت اون پاداش و اون تشویق نیستند و اونها محروم هستند از اینکه انفاق کردند، ولی انفاق اینها با اعمالی که انجام دادند کاملا به لجن کشیده شده و جنایتکار هم محسوب میشن علاوه بر اینکه انفاق کننده محسوب نمیشه. خوب توجه فرمایید، آنان که از اموال خود در راه خدا انفاق میکنند و پس از آن، یعنی از پی آنچه که انفاق کردند، حالا من امروز $10 به شما انفاق میکنم، از فردا شما عبد و عبید و اسیر و برده و بیچاره من میشید. چرا؟ چون من به شما $10 کمک کردم. میگویند یک کسی دستش درد میکرده، مش دستش درد میکرده و باز و بسته نمیشده دست. بالاخره به یک حکیم مراجعه میکنه و اون حکیم به کسی دیگه او رو میفرسته و نهایتا با یک دارو و دوا و شفا و فلان هر چه هست دستش خوب میشه. و بعد در هر مهمانی، در هر مسجدی، در هر نمازی، در هر جشنی، هر کجا که اون پزشک رو یا اون حکیم رو میبینه میزنه به پشت این شخص و میگوید که آفرین، اینا خاطرت هست که این دست رو کی درست کرده برای تو؟ بار اول، دوم، سوم، دهم، بیستم گفت بله آقای دکتر فلان درست کرده، خیلی هم ممنونم. باز دفعه دیگه اونو میدید، باز میگفت میدونی دستی کی درست کرده؟
بله آقای دکتر درست کردن. باز دو مرتبه همینطور تکرار پیدا. یک روز این شخص واقعا خسته میشه، یک چاقوی تیزی با خودش از منزل بیرون میبره که این مرتبه اگر این دکتر از این سوال کرد یک حرکتی بکنه. و باز دکتر میرسه و مثلا میگه که غلام علی خان بله شما از این دستتون که راضی هستین و اینها، خوشحال هستین که این دستتون رو من درست کردم و اینها. غلام علی خان عصبانی میشه و چاقو رو از تو جیبش در میاره، این دستش رو با چاقو میبره، با این یکی دستش این دستش رو میده به دکتر، میگه این دست رو بگیر، من خسته شدم، من خفه شدم از دست تو، من زیر بار این منت کمرم شکست، بذارین دستم شکسته بشه ولی کمرم شکسته نشه، بگیر این دست رو، من نمیخوام این دست رو، من با یک دست کار میکنم، بردار این منت رو از سر من، این دست مال تو، شفای این دست هم مال تو، من بی دست میمانم و بی منت، منو رها کن. آنان که از اموال خود در راه خدا انفاق میکنند و پس از آن و از پی آنچه انفاق کرده اند، انفاق را وسیله ایجاد تابعیت و بردگی و استعمار و تسلیم و سلب اختیار و سلب اراده و سلب آزادی و سلب استقلال قرار نمی دهند. کسانی که انفاق می کنند اما انفاق رو وسیله ایجاد و تحمیل تابعیت و بردگی و تسلیم و اسارت و استعمار و سلب اختیار و سلب آزادی و سلب استقلال و همچنین موجب تحمیل و استقرار نیت بر قبول منت نمی شوند. این شخص رو وادار بکنند که نیت بکنه که هر وقت این شخص رو دید منت پذیر این باشه، آقا ما ممنون شما هستیم، ما منت شما رو به سر داریم، واقعا اگر شما این انفاق رو نمی کردید الان من مرده بودم، یا بچه من مرده بود، یا زن من مرده بود، یا اینطور شده بودم، یا مادرم مرده بود، من چطور از زیر بار منت شما بیرون بیایم؟ اون هم یک سری تکان میده میگه خیر خیر، همین زیر بار منت باشید، باشید اونجا، همون لازم است که باشید و اینها، یادآور بشوید، خوب است خوب است. کسانی که انفاق میکنند ولی باعث بردگی، یعنی تحمیل بردگی نمیکنند، برده پروری میکنیم ما با انفاق کردن، یک پولی به یک نفر میدیم، اونو در واقع معتادش میکنیم، بدبختش میکنیم، گرفتارش میکنیم، هم برده ما میشود، هم اسیر ما میشود، هم قابل استعمار میشود، قابل استثمار میشود، اختیار او رو میگیریم، آزادی او رو میگیریم، حرمت او رو میگیریم، کرامت او رو میگیریم، شخصیت او رو میگیریم، استقلال او رو میگیریم، تبدیلش میکنیم به یک تکه کالا و همه ارزش‌های انسانیش رو از رو میگیریم و تبدیل به جماد، تبدیل به حیوانش میکنیم او رو. این یک گروه از انفاقگرها هستند که چنین میکنند. گروه دیگر هستند که شخص رو مجبور به پذیرش منت میکنند، میگن تو به جای اینکه نیت میکنی نماز میخوانی باید نیت بکنی منت منو بپذیری، خدای کیه؟ من خدای تو هستم، منت من رو بپذیر. حالا سعدی به خدا میگه که منت خدای راست عز و جل، این میگه اصلا نه، نعمت مراست، خدا کیه؟ چیه؟ یک کمک مختصری به تو کردیم، بایستی که تو تمام مدت منت پذیر من باشی. گروه سوم کسانی هستند که اینها برای اذیت و آزار و شکنجه دیگران و ارضاء بیماری‌های روانی خودشون کمک می‌کنند. یعنی اینها لذت می‌برند از اینکه در زیر قالب انفاق به نقاط ضعف و کثیف و سیاه زندگی خودشون در واقع التیام می‌بخشند
آدم سادیسمی، آدم بیمار روانی از شکنجه دیگران لذت میبره و به آرامش میرسه. یکی از پادشاهان قاجار که گفته میشود آقا محمد خان قاجار بوده است، سلسله سرسلسله قاجاریه که در باز هم گفته میشود که در زمان حکومت زندیه شاید یکی از تنها حکومت‌های اصیل ایرانی، منظور من این نیست که حکومت خوبی بوده یا بدی بوده، حکومت ایرانی بوده. معمولا حکومت‌ها به گروه‌های غیر ایرانی مربوط می‌شده در تاریخ، این هم ظاهرا ایرانی بودن. و آقا خان در دربار لطفعلی خان زند زندگی می‌کرده و گفته می‌شود که در اثر شرارت و تجاوز و بیماری‌های شدید تجاوز جنسی به دیگران کردن، از او در واقع برای تنبیه او رو مقطوع نسل می‌کنند و قادر به تعاملات فیزیکی و مکانیکی جنسی نبوده و به این علت بوده که بیماری او، که قبل از این کار هم که بیمار روانی بوده، بیماری روانی او بیشتر میشه و برای ارضایش دخترهای جوان رو در اختیار اون میگذاشتن که این دخترها رو وقتی خفه میکرده و اونها جان میدادن و دست و پا میزدن، حضرت سلطان دفع شهوت میکردند و ارضا حاصل میفرمودند. میگوید که انفاق رو وسیله تسکین بیماری های روانی خودتون نکنید، که از انفاق کردن که تحقیر و اسارت هم راشه و شخص رو به زیر منت خودتون در میارید و از این کار باعث آزار و اذیت او میشوید. ما در این فیلم هایی که پخش میکنیم که این افراد مستمند افغانی رو نشان میده، که من مسئولیت این کار رو به عهده میگیرم که اشتباه من بوده، البته در یکی از این برنامه هایی که ما پخش کردیم من همه اینها رو خودم نمیبینم، یعنی من اونقدر گرفتار تهیه برنامه و این چیزها هستم که از این و آن میشنوم که مثلا برنامه های خوبی پخش کردین یا پخش نکردین. این کارها رو دوستان ما که تهیه برنامه ها رو به عهده دارن، اونها به سلیقه خودشون این برنامه ها رو تهیه میکنن. به هر حال در یکی از این برنامه هایی که تصادفا من نگاه میکردم، دیدم که یک دختر بچه 16-17 ساله ای در اوج غرور و منتظرن که داماد خیالی از بهشت با اسب سفید بیاد و چنین بکنه و چنان بکنه. یکی از همین بچه هایی که در این سن و سال همه دخترهای جوان 16-17 ساله در ذهنشون این تصورات میگرده و طبیعی هم هست که پسر نمیدونم شاه چیشی رو منتظر هستند و اینها. این دختر هم همون بود. حالا آرزوهای اونطوری داشت در قیافش این دختر، ولی نگاه میکردید در همین خانه هایی که ما نشان میدیم و همین زندگی هایی که نشان میدیم و تقاضای کمک میکردیم از مردم برای اینها، و اون کارگردان برنامه که او هم یکی از دوستان ماست در کابل، خواسته بوده که این دختر هم در اونجا باشه که مردم ببینن ما به چه کسانی کمک میکنیم، که باور مردم قوی تر بشه. ولی شما وقتی به قیافه این دختر نگاه میکردید، در قیافه این فریادی وجود داشت که من نه کمک میخواهم نه اینکه آبروی من اینطور ببرید. به صورت نیمه پشت به دوربین ایستاده بود و اصلا نمیخواست که صورتش دیده بشه. و خب البته اشتباه ما هم بوده که دقت نکردیم این کارو بکنیم. منظور به این که بعضی ها میبینید که از شکستن غرور افراد و از زجر دادن به اینها و از ناله کردن اینها و از نیازمند بودن اینها و از اینکه مثل سگ او بکنند و یک لقمه نان جلو اینها پرتاب بکنند و اینها جست و خیزی بکنند و دو مرتبه به او بپردازند، بعضی ها از این نحوه کمک کردن، اگه اسمش کمک کردنه، لذت میبرن و آرامش پیدا میکنن و سادیسم اینها درمان میشه. به هر حال قرآن
به سه طبقه انفاقگر نگاه میکنه. یک طبقه هستن که انفاقگرهای گناهکار، دیگه انفاق نکنن بهتره. یکی از اینها انفاق میکنه که باعث بردگی و تسلیم و اسارت و سلب اختیار و آزادی و سلب استقلال مردم بشود، و عده دیگری برای این انفاق میکنند که مردم منت پذیر اونها باشند و بدهکار اونها باشند و مرتب اظهار کنند، اقرار کنند آقا ما به شما بدهکاریم، اگه شما نبودین ما مرده بودیم، اگر شما نبودین ما اینطور شده بودیم، این بچه های ما فدای شما، اگر شما نبودین همه بچه ها رفته بودن زیر ماشین مرده بودن، اگر شما نبودید زن من فاحشه شده بود، اگر شما نبودین خود من سرطان گرفته بودم مرده بودم، من نمیدانیم به شما چی بگیم، ما اصلا زندگیمون رو متعلق به شما است، منت. و اون شخص هم میگه بگو بازم خیلی لذت میبرم، بگو مرتب منت پذیر باش، یا ایجاد اسارت میکنیم یا ایجاد منت میکنیم. و گروه سوم این است که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی افراد میشه، از شکنجه جسمی و روحی افراد لذت میبریم. یه دختر جوانی 16-17 سال داره، دخترهای همسن و سال این در چه دنیایی میگذرن و چه مخارجی میکنن، چه کجا زندگی میکنن، این هم بایستی که در کنار جوی فاضلاب در یک جایی پر از خاک بدون داشتن امکان زندگی بکند. و این طعمه خوبی است برای کسانی که بیماری روانی دارند و لذت میبرند از اینکه این افراد رو که در مرز گسستن و پاره شدن و از بین رفتنند، اینها رو به بازی بگیرند و با اینها موش و گربه بازی کنند، از تحقیر اینها و از شکنجه اینها و از آزار و اذیت به اینها هم جسمن هم روحن لذت ببرند و استفاده بکنند، و همه اینها رو زیر پوشش انفاق انجام بدن. اتاق فرمان دقایق کوتاهی به ما تنفس بدهید، باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود.